خب دوستان، بوگن 34 رو دنبال میکنیم. بخش دوم، پرسش 11. Wodurch kann auch mit Ablendlicht der Gegenverkehr geblendet werden؟ یعنی از چه طریق ممکن حتی با نور عادی شب، Ablendlicht، نوری که شب روشن میکنید، دارید میرید، طرف مقابلتون geblendet werden، نور بخوره تو چشش؟ از چه طریق؟ چرا این امکان آیا وجود داره؟ احتمالاً وجود داره که این سوالو گفته. خب Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer. یعنی اون آبلندیش شما چراغشو لامپشو بالا گذاشتید توی اون جلوی ماشینتون، توی خود ماشین میبینید که میتونید این بالا پایین کنید نور رو. نور بالا فرق میکنه. همون نور آبلندیش رو میتونید با یه چیزی هست ای ببرید بالا، اندازش کم و زیاد کنید. اگر اونو تو هوخ بالا برده باشید، احتمال داره با اینکه شما نور بالا نزدید، یعنی اون چیز آبی روشن نیست، نور بالاتون روشن نیست، ولی باز خیلی بالا تنظیم شده باشه. بله. دورخ فالش انگزت گلو لامپن، یعنی اون لامپی که توی اون به جای آبلندیش یه دو لامپ داره دیگه، اون لامپش حالا ممکنه فالش باشه، یعنی یه لامپی باشه که نورش زیادتر باشه از معمول، یعنی استاندارد نباشه. بله، امکان اینم وجود داره. دورخ فالش بلادون، بلادون یعنی در واقع بار. مثلا فرض کنید توی صندوق عقبتون بار گذاشتید، ماشین از پشت میره پایین دیگه، درسته؟ پشت ماشین یکم میره پایین، جلو اشعای نور که جلو هستن یکم میره بالاتر به جای بره پایین، چون پشت ماشین رفته پایین، جلوی ماشین میاد یکم بالا، نوره میره تو چش جلویی میخوره. بله، اینم امکانش هست. و وقتی بلادون میکنی معمولا باید اون نور رو دوباره تنظیم کنیم، اون اینشتل، اون عقربه رو یکم کم و زیاد کنیم که نور به طرف مقابل نخوره. هر سه درسته. قبلا هم داشتیم اینو، فکر کنم این آخری رو توضیح نداده بودم. بلادون باشه، بلادون باشه در واقع نور رو ممکن کم و زیاد کنه، یه باریک بیاد اون ماشین، اون مرکز ثقل ماشین رو کم و زیاد کنه. Was haben Sie zu beachten؟ به چه چیز باید توجه کنید؟ Wenn Sie eine Ladung transportieren wollen، وقتی میخواید یه لادون رو ترانسپورتیرن برید، ببرید، بار ببرید. اینو قبلا هم گفتم، خیلی هم مهم بود، چندین مورد داره. اگر از جلوی ماشین بچه‌ها نباید بارتون، مثلا یه نردبون گذاشتی سقف ماشین، از جلوی ماشین نباید اون نردبونه یا لوله ای چیزی بیاد بیرون، مگر اینکه ماشینتون بالای 2.5 متر باشه، و اگر بالای 2.5 متر بود هم بیش از 50 سانت نمیتونه از جلو بزنه بیرون. او به حال بین هوه فون 2.50 متر، بالاتر از یه ارتفاع 2.5 متری دارفتی لادون میتونه بار 2.50 متر ناخ فون او و دن فارتزویگ اومغیز هیناوس خواهدن، میتونه از اون محیط ماشین 50 سانت از جلو بزنه بیرون. اینو قبلا هم گفتم. ماس اون گویشت گرنسن دورفن نیش و شغیتن ورن. ماس یعنی اندازه، یعنی من نمیتونم هر باری رو که دوست داشتم برم بذارم بالای ماشین. ممکنه باری بزنم بالای ماشین از طرفه مثلا 2 متر از این و بزنه بیرون 2 متر از اون بر. نمیشه که. پس ماس یعنی اندازه، ماشین نمیتونه از یه حد خاص بیشتر بشه. بچه اینا همشون قانون داره، نمیخوایم وارد جزئیاتشون بشیم. ولی این درسته که من اندازه مثلا اون بار نمیتونه از یه حدی بیشتر باشه، منطقیه. و گویشت، گویشت هم یعنی وزن، وزن ماشین من نمیتونه از اون بار که بیاد روش از یه حدی بره بالاتر. اصلا خود سقفم یه بار خاصی رو میتونه تحمل کنه. کل ماشین که شما میرونید 3.5 تن میتونید مثلا برونید با یه گواهینامه خاص. بنابراین اینم میتونه منطقی باشه. دی لادون دارف دن فاغن نیش بهیندر، مسلما لادون اون باره نباید مزاحمتی برای فاقا، کسی که رانندگی میکنه، به وجود بیاره، مثلا جلو دیدشو ببنده. اینم درسته. ولی از پشت بچه ها میتونه تا حتی تا 1.5 متر هم از پشت ماشین بزنه بیرون، و اونجا باید از 1 متر به بالاتر باشه، باید حتما پارچه قرمز نصب بشه یا حالا لامپ روشن بشه شبا. از کنارا هم گفتیم بیشتر از 40 سانت بود باید پشت و با چراغ قرمز جلو رو با چراغ سفید روشن کنیم. اینو قبلا هم داشتیم. از پشت بچا تا 1.5 متر هم میتونه، حتی تا 3 متر هم میتونه بعضی مواقع بیاد بیرون، بستگی به اون مسیری هست که میخواید حرکت کنیم، مثلا زیر 100 کیلومتر قانون داره. ولی از جلو خیلی مهمه که اصلا نمیتونه، مثلا با ماشینای عادی که میرید از جلو نباید بزنه بیرون، مگر اینکه ماشینتون بالای 2.5 متر باشه، اون موقع هم 50 سانت. خب اینو دیگه توضیحاتش فکر کنم دیگه کامل دادم، درس بوگن قبلم گفته بودم یا دو بوگن قبل. زی کومن آلس ارستن این اون فالشتله، گفتیم اگر رسیدید به یه محل تصادف که با مجروح داشت، اولین کاری که میکنید باید اونجا را ابزیشن کنید. اون فالشتله ابزیشن. واس زولتن زی این در رگل
در به طور معمول تو است اولین کاری که میگید اون فالشتله باید است ایلف لایسن، اون بعدش زنگ بزنید به آمبولانس. و دورش کان گلبس بلینکلیش آف اینم فارتزوگ وارنن. از این آقا یه چیز گل یه دونه زرده بلینکلیش داره میزنه، یه چراغ زرده که هی میزنه، مثل چراغ مثلا پلیس که بعضی موقع میزنه صدا میده، ولی فقط زرد فقط میزنه، انگار داره علامت میده. توی اتوبان ها میبینید یه جای باوشتله باشه این چراغ زرده رو میذاره. فور گفارن آن اینا آبایست و اون فارشتله، ممکنه یه جا تصادف شده باشه این چراغ زرده رو باشه، ممکنه یه جا کار بخواد بشه، یعنی باوشتله باشه. بله. فور اینم لانگزام فاغندن گوز غاوم ترانسپورت. ماشینی هست خیلی بزرگه در واقع، حالا بگیم داره یواش میره، جلوی اونم ممکنه بزنم، اینم احتمالش هست. بله اینا همش قانوناشون هست بچه ها، ما نیاز به اینا نداریم بذاریم حالا چرا زرد بذاریم، فقط دیدیم باید بفهم آها به خاطر اینه. فور اینم فارتزوگ میت اون گوونلیشه بغایت، اون گوونلیشه بغایت یعنی غیر معمول، اون اوبلیش ایست نیش اوبلیش، اون گوونلیش غیر معمول یعنی ارزش بیش از حد معمول باشه، اونو گذاشتن که شما مثلا خطر، اینو خطر رو میخواد در واقع، این احتیاط رو میخواد چیز کنه این چراغ زرده. این ولشن دقیق سال بقایش تو چه محدوده دور موتوری دس موتورز ایستر کرافت شتوف فربراوخ، مصرف بنزین گونستیگر، گونستیگر یعنی کمتره، گرینگا هرچی بالاتر باشه کم، دور موتور بالاتر باشه مصرف ماشین کمتره، یا پایین تر باشه مسلمان پایین تر باشه، نیدقیق یعنی پایین، نیدقیق که باشه کمتره، چرا؟ چون گاز کمتر میدیم دیگه. اینجا ما هیچ تابلوی نداریم، این سمت راست منه بر من تقدم داره، اینم که میخواد بپیچه این نزدیکتره به این به این خیابون موقع پیچیدن، پس این میذاریم این بپیچه بعد خودمون میپیچیم. در بلاو پیکاوه موس میش آب بیگن لسن، این باید بذاره من برم، نه ایش موس دن بلاون پیکاوه دورش فاهم لسن، باید اینو بذارم بره، درسته؟ ایش موس دن غاد فاهم آب بیگن لسن، باید بذارم اینم بپیچه، درسته؟ بچه دو چرخه اول میره یا این چیزه یا این ماشینه؟ دو چرخه اول میره، چرا؟ چون دو چرخه سمت راست این ماشین است، اول دو چرخه، اینجا نگفته ولی اول دو چرخه میره بعد ماشینه بعد من. اینجا هم که من تو خیابون اصلی هم ولی این داره مستقیم میره، میذارم این بره ولی من میتونم قبل از تراکتور برم. ایش موس دیش تراسن بان، بذارم بره. ایش موس دن تراکتور، نه. ایش دار فور در تراسن بان، قبل از تراسن بان برم، نه. ببین اینا بخونید تا آخر، ایش دار و اگه گفته بود ایش دار فور دم تراکتور درست بود، بنابراین تا آخر بخونید. اینجا هم که من تو خیابون اصلی و پهن‌تر هستم در واقع، اینجا این میخواد از اصلی بره فرعی، من تو اصلی موندم، اینم که میخواد از فرعی بیاد تو اصلی، من تو اصلی موندم، من اولین نفرم. ایش موس دن گرونن پیکاوه فور فارت گویرن، باید بذارم گرون بره، نه. ایش موس دن بلاون، اینو باید بذارم بهش حق تقدم بدم، فور فارت گویرن، نه. ایش دارف دوش واقعا میتونم برم، بله. اینا رو حتما درست بزنید و حتما هم درست خواهید زد. یه دونه باشه بچه‌ها اینجوری باشه، یعنی در واقع اونجا میتونید هالتن کنید، 3 دقیقه واسه یه نفر پیاده کنید، بیشتر از 3 دقیقه نه، ماشینم ترک نکنید. دو تا باشه اینجوری اصلا نمیتونید پارک کنید، اینجا پارک کردن هم نمیتونید پارک کنید، فقط هالتن. دو تا باشه یعنی یکی دو تا نمیتونید پارک کنید، نمیتونید اصلا وایسید. این چیزای مشکی که میاد یعنی در واقع میگه این مرده دیگه، این تابلو مرد، ببین مشکی زده. یعنی تابلو دیگه اونجایی که از اونجا به بعد دیگه این معنی نداره، یعنی در واقع اثرش از دست میده، یعنی بایسید در واقع. واس اندت هیر فراوس فراوس گگانگن شترکن فربوته اینه زونه میت انگشرینتم هالت فربوت، این انگشرینتم هالت فربوت هست بچه ها. ابسولوت که باشه دوتا داره، ابسولوت یعنی ابسولوت هالت فربوت یعنی اصلا نمیتونید اونجا وایسید، انگشرینت میتونید 3 دقیقه وایسید مثلا، حالا یه نفر پیاده کنید سوار کنید، این اینو میگه اینه زونه میت انگشرینتم هالت فربوت اندت هیر. اینجا هم که مسیر عبور عابر پیاده است بچه، حتی اگه کسی هم اینجا رد نشه قبل از این ما سبقت نمیگیریم،
خب فوسگنگر ولن دی شتاس و کوئرن میخوان از خیامون رد شن وی موس من زیش فرحالتن چطوری باید رفتار کنه آدم من دارف و هولن میتونه سبقت بگیره آیا میتونه آدم سبقت بگیره نه تمام شد آقلت اینجا گفته زو لانگ نوخ کن فوسگنگر افته فاربانیست یعنی اینجا تا کسی هم نباشه آدم تا جای تا مادامی که اینجا کسی نیست آدم میتونه سبقت بگیره نه و هولن نمیتونیم کنیم میت مسی گاش فیندیش همیشه گزینه خوبیه مسی گاش فیندیش با صورت متناسب آن دن فوسگنگا او بویگ هران فارن و نوتش واردن یعنی اینجا که رسیدید یواشتر برید متناسب مثلا اگر مجبورم شدید و نوتش اگر اجباری بود ضروری بود وایسید یه نفر مثلا خواست بیاد رد شه بذاریم رد شه حتی بعضی موقع قبلش وایسیم اگر یه نفر اینجا بود وایسیم که اونا بیان رد شن که من حتما بهشون اطمینان بدم که حتما وایسادم که بیان رد شن اینجوری هم یه دونه سوال فکر کنم داشتیم ام فوسگنگر او وگ نیشت او هولن اینجا سبقت نگیرید خب اینم 10 تا سال دیگه ما ادامه شو در ویدیوی بعد میگم